این یعنی مردم بیان و به تبریک بگن خواهر؟ داره. من فقط دو راه دارم، یا تنفرمو کامل نشون بدم که اینطور ناتوانی و ناچاری همه مردم دنیا ببینن، و راه دوم اینه که من روی صورتم نقاب بیتفاوتی بزنم. شکست خورده بودن و شکست خورده به نظر رسیدن دو تا چیز متفاوت. صوفیا، مردم به من بخندن، منو به هم نشون بدن، منو مسخره کنن. نمیتونم اینو تحمل کنم. حتما توی این جشن شرکت میکنم. اما عمه گفت که شهناز میتونه نیاد اصلا. آره میتونه بگه. شما که خیلی قوی هستی آبجی شهناز، اما من نیستم. من نمیتونم عروسی کسی برم که زندگی دخترم رو نابود کرد. اصلا دیدی؟ پسره چقدر واسه اون خرید کرده؟ توی دوتا دستاشو توی سه تا ساک همش وسایل براش برده توی اتاق گذاشته. کافیه، لطفا نگو، نگو. کافیه، کافیه. خب امتحانش هم بکن دیگه، یا میخوای نگاشون کنی؟ امتحانش میکنم. من میگم کدومشو بپوشی. اینو اول بپوش. اینو؟ آره آره، این یکی خوشگل تره. ای کل تخپر شد از لباسه این دختر. سلام، من اومدم خریداتونو ببینم، چون شما یه راست اومدین تو اتاقتون. اول بپرس مال کی هست. این دختر حرف گوش نمیده. ای مادر بزرگ، چرا شما اومدین بالا؟ میگفتیم بیارم بهتون بالا. خب وای 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 وای، ای خدا، چرا از پله اومدین بالا؟ خدا، این همه خرید کردین و ای خدا، از اینا یه دونشون هم که برای خواهرت نیست. خب برای خواهر کوچیکت یه چیزی می‌خریدی دیگه. برای حاله رفته بودم خرید، نه برای جنبالی. آی دختر جان، وقتی خودتو خرید برد، اون وقت میتونی به سلیقه خودت بخری. ها در ضمن حمزه، تو برای من چی خریدی؟ خودتونو میبرم مامان بزرگ. پسر جان، من کجا بیرون میرم؟ هرچی خودت خواستی برای من بخر. در ضمن از مامانتم بپرس، یه جوری قیافه گرفته و نشسته که نپرس. اصلا خیلی مهم نیست، اما بازم ماشالله ماشالله، چقدر این لباسا بهش میاد عزیزم. تو این لباس خیلی خوشگل زیبا شدی. مامان بزرگ، منم لباس نو پوشیده بودم، ولی اینجوری بغلم نکردین. بیا بیا تو رو هم بغلت کنه پسرم. سلامت باشی پسرم. ماشالله، وقتی حاله ساده اینطور خوشگل به نظر میرسه، وقتی بره آرایشگاه آماده بشه چقدر خوشگل میشه. اینم آرایشگاه میره؟ آره، نکنه تو میخوای بری؟ چرا؟ من چرا نرم؟ من خواهر دومادم. اما تو که عروس نیستی. داداش، من نمیتونم آرایشگاه برم؟ شوخی میکنه دختر. آره تو هم میتونی بری. پس برم نوبت بگیرم. بگیر. مامان بزرگ، حالا که قدم رو چشم ما گذاشتین چای بریزم؟ نه خیر پسرم، به چای نیازی نیست. داروهاتون رو منظم میخورین؟ آره پسرم، نگران من نباش. همین که شما دوتا رو میبینم، بدونین که حالم خوبه. وقتی نفیس اینو اینجا گذاشت و رفت، من فکر میکردم خیلی مسئولیت روی شونه های من پیرزنه. اما نمیدونم که چطور این همه مسئولیت رو روی شونه های خودش گرفت. به جای اینکه من ازش مراقبت کنم، این شروع به مراقبت از من کرد. Thank you.
شما همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها رو با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.